در بخش قبلی قرار بر این شد که ما یک سری مفاهیم پایه رو در بحث پایگاه داده ها با همدیگه بررسی بکنیم دقت کنیم برای اینکه ما بتونیم با محیط اسکل سرور به راحتی کار بکنیم باید یک سری از بحث های اصلی رو به خوبی ازش آگاه باشیم هرچند من انتظار دارم کسی که یک مجموعه آموزشی SQL سرور رو تهیه کرده با یک سری از مفاهیم آشنا باشه ولی برای اینکه اگر یک سری از اصول هنوز برای شما به اندازه کافی و به خوبی جا نیفتاده یک سری از مباحث رو مجددا یک نگاه گذرا بهش خواهیم انداخت دقت کنید فرض کنید شما اطلاعات جمعی از افراد رو روی یک سری از کارت ها یادداشت بکنید یعنی یک کارتی ایجاد بکنید مشابه مثلا یک کارت دانشجویی و این کارت دانشجویی شامل یک سری قسمت ها هست مثل نام نام خانوادگی نام پدر شماره شناسنامه و غیره و غیره و غیره به این ریز اطلاعات که از هر فرد یادداشت میشه روی اون کارت در مفاهیم پایگاه داده فیلد میگن یعنی شما خورده اطلاعات هر آیتمی رو که بخواید ذخیره بکنید در فیلدها باید ذخیره بکنید حال اگر شما اطلاعات یک نفر رو به صورت کامل روی یکی از این کارت ها یادداشت کردید به مجموع اطلاعات اون یک نفر یا اون یک آیتم چون شما نمیتونید در بحث دیتابیس فقط به نفر بسنده بکنید ممکنه اطلاعات یک ماشین باشه یا اطلاعات هر چیز دیگه ای باشه به این مجموعه اطلاعات که اختصاص داره به یک آبجکت به یک انتیتی رکورد میگن حالا اگر شما فرض کنید که اطلاعات پنجاه نفر رو یعنی کارت های پنجاه نفر رو بردارید و یه جا ذخیره بکنید توی یک پوشه بگذارید اون پوشه برای ما حکم یک جدول یا تیبل رو داره اینها رو برای چی من دارم میگم چون دقیقا ما الان وارد محیط اسکیل سرور که بشیم توی منیجمنت استدیو اولین کاری که باید بکنیم اینه که با جداول کار بکنیم یا همون تیبل ها حالا فرض کنید شما اطلاعات اشخاص رو یا دانشجویان رو توی یک پوشه ذخیره بکنید یا به اصطلاح توی یک تیبل ذخیره بکنید اطلاعات اساتید رو توی یک تیبل دیگه ذخیره بکنید اطلاعات کارمندان رو توی یک تیبل دیگه نمرات رو توی یک تیبل دیگه به همین صورت این تیبل ها که روی همدیگه جمع بشن و کنار همدیگه یک ماهیت کاری رو هندل بکنن یعنی بتونن اطلاعات یک سیستم رو یک دانشگاه رو یک محیط بزرگ رو در خودشون ذخیره بکنن به اون جمع تیبل ها ما یک دیتابیس میگیم یا همون فایل بانک اطلاعاتی یعنی شما چندین تیبل رو که کنار هم داشته باشید یک دیتابیس خواهید داشت خب همینجا کافی هست مفاهیم پایه در همین اندازه کافی هست حالا با هم دیگه وارد منیجمنت استودیو میشیم ببینیم این حرف ها چگونه به صورت بسری دیده میشن دقت کنید دوستان از این لحظه ما همینطور که داریم مفاهیم که گفتیم رو حین کار به شما نشون میدیم یک سری از آپشن ها و امکانات محیط اسکیل سرور و منیجمنت استودیو رو هم با همدیگه بررسی میکنیم این کارهایی که توی آبجکت اکسپولرر من میتونم انجام بدم رو میتونم در قسمت آبجکت اکسپولرر دیتیل هم داشته باشم به همراه ریز اونها ببینید در اینجا هم من میتونستم به سراغ همین آیتم ها برم ولی اولا از لحاظ محیط سخت تر بود من اینجا با یک صفحه بازتر و بهتری روبرو هستم در زم خیلی سریعتر میتونم ریز آنچه که احتیاج دارم رو بهش دسترسی داشته باشم دقت کنید یک سری دکمه ها هم اینجا باز آماده کرده مایکروسافت بک فوروارد آپ ببینید شما رو برمیگردونه به شاخه بالاتری که قبلا درونش بودید سینکرونایز رفرش و از اینجور آیتم ها حالا دقت کنید توی فایل پاورپوینتی که با هم دیگه نگاه میکردیم، من گفتم به مجموعه یک سری از جدولها ما یک فایل بانک اطلاعاتی خواهیم گفت خب روند کار در محیط منیجمنت استودیو این قسمتش برعکسه یعنی اول من باید یک فایل بانک اطلاعاتی درست کنم بعدا درون اون تیبل های خودم رو بسازم خب با همدیگه الان یک فایل بانک اطلاعاتی ایجاد میکنیم کافیه من یک کلیک راست توی این بخش صفحه داشته باشم دقت کنید نیو دیتابیس فایل بانک اطلاعاتی با دیتابیس ایجاد میشه خب روی اون کلیک میکنم دقت کنید صفحه ای ظاهر میشه و از من یک اسم میپرسه یک اسم دیتابیس خب من مثلا اسم دیتابیسم رو قرار میدم یونیور چرا که مثلا میخوام اطلاعات یک دانشگاه رو ذخیره کنم این اسم کاملا دلخواهه و شما میتونید از هر اسم خاصی که دوست دارید استفاده کنید فقط یک سری از علامت ها و ساین ها رو اجازه نمیده اینجا قرار بدید ولی کاراکترهای عادی رو خیلی راحت میتونید استفاده اونر رو فعلا باهاش کاری نداشته باشید تا در جای خودش به اندازه کافی باهاش کار خواهیم داشت در این قسمت شما اگه دقت کنید میبینید که دو رکورد به اصطلاح دو سطر ایجاد شد یکی به اسم دیتابیس من و یکی با یک آندرلان لاگ این دو فایل برای من برای هر دیتابیس ساخته میشه کارش چیه؟ در فایل اصلی که با پسفند MDF ایجاد میشه من خود اطلاعات هم ذخیره میشه یعنی کلیه آبجکت های دیتابیسی من در فایل MDF قرار میگیره فایل دیگری با همون نام و با یک پسفند لاگ ایجاد میشه که لاگ دیتابیس من هست یعنی تراکنش های دیتابیس من توی اون به اصطلاح نوشته میشه و بعدا میشه بهش مراجعه کرد و بررسی کرد که چه کارهایی روی دیتابیس انجام شده و مسائلی که در جای خودش بهش خواهیم پرداخت در قسمتی سایز اولیه فایل رو از من سوال میکنه که بهتر هست روی همون آیتم دیفالت خودش قرار بگیره گروپ ها باز بحثی هست که باید در جای خودش بهش پرداخت و فعلا شما روی همون حالت دیفایلد خودش باید اجازه بدید کار خودش رو انجام بده هرچند همونطور که میبینید کاری هم نمیتونید انجام بدید فعلا هیچ تغییری نمیتونید انجام بدید گروپ ها بحثی هست که بعدا برای خورد کردن دیتابیس های سنگین مورد استفاده قرار میگیرن فعلا باهاش کاری نداریم باز دقت کنید مکانی که دیتابیس شما ایجاد میشه رو ازتون سوال میکنه این مکان رو میتونید عوض بکنید من الان این کار رو انجام میدم چون همطور که میبینید یک مسیر خیلی طولانی قرار داده من اونو دوست ندارم عوضش میکنم دقت کنید مثلا روی درایو F خودم یک فولدری جدیدی باید برم قبلش ایجاد بکنم که این کار انجام میدم اجازه بدید وارد محیط F میشم درایو به F خودم میشم و یک فولدر به نام سمپل دی بی ایجاد میکنم حالا توی اون به راحتی میتونم دیتابیس خودم رو قرار بدم همونطور که میبینید مسیر رو از من سوال کرد فایل لاگ رو هم روی همون سمپل دیوی قرار میدم تا هر دو کنار هم باشه دقت کنید اگر این دو فایل با همدیگه همراه نباشند یا دچار صدمه شده باشند دیتابیس شما ایجاد نمیشه یا بعدا نمیتونید ازش کار بگیری خب پس مسیر رو هم تعیین کردیم حالا بریم سراغ options دقت کنید کولیشن یکی از بخش هایی هست که خیلی مهمه ببینید همونطور که اطلاع دارید اطلاعات با کد پیج های مختلفی ذخیره میشن این کد پیج ها خیلی مهمه یعنی اگر شما الان کد پیج دیتابیس خودتون رو روی حالت انگلیسی مثلا قرار بدین بعدا موقعی که میخواد توی دیتابیستون اطلاعات فارسی ذخیره بکنید یه مقداری اذیت میشین و ممکنه اطلاعاتتون صدمه ببینه چرا که کد ها هماهنگی ندارن و همه چیز خراب میشه خب ببینیم چه کد های خوبی برای فارسی وجود داره در اسکل 2005 و 2000 ما هیچ امکانی برای انتخاب فارسی نداشتیم از عربی که استفاده میکردیم یه مقدار اذیتمون میکرد تو امکانات فول تکس سرچ میتونست مزاحمت برامون ایجاد کنه و مجبور بودیم به وسط کود نویسی توی محیط هایی که دیتا ها رو بیرون میکشید یه جوری مشکل رو حل بکنیم خوشبختانه کاری که انجام شده مایکروسافت در این نسخه از فارسی هم پشتیبانی کرده ببینید پرشین این امکان فوق العاده میتونه برای ما کارایی داشته باشه چرا که ما در عربی یک سری مشکلاتی داریم با زبان فارسی که الان کاملا در اینجا اون رو برای ما حل کرده باز دو آپشن ریکاوری مدل و آیتم بعدی اون هست که هر دو رو میذاریم در جای خودش مورد بررسی قرار میدیم خب حالا من میتونم دیتابیس خودم رو ایجاد بکنم همونطور که میبینید یونیور ایجاد شد حالا در بخش بعدی وارد این دیتابیس میشیم و بقیه کارها رو انجام میدیم